ما نمیخواییم فقط آخرت شما را آباد کنیم، بلکه زندگی شما، دنیای شما را هم میخواییم آباد کنیم. پول نفت را عادلانه تقسیم خواهیم کرد، همه باید آزاد باشند، حتی کمونیست ها، آنها فرزندان ما هستند، ما با آنها مخالفیم اما باید آزاد باشند. اینها بخشی از صحبت های آیت الله خمینی بود در نفل و شتو. روحانیون در مقامات دولتی جا نخواهند گرفت، رئیس جمهور نخواهند شد. ما میخواهیم قدرت رو از شاه بگیریم به مردم بدهیم. اینها بخش دیگری بود از سخنان آیت الله خمینی و سخنانی دیگر. آیا آنچه که آیت الله خمینی به مردم ایران وعده داده بود عملی شد؟ چرا مردم ایران علی‌رغم رشد اقتصادی فزاینده به دنبال آیت الله خمینی رفتند؟ چرا در شعارهای انقلاب اسلامی حتی یک شعار مطالبات اقتصادی نبود؟ نویسندگان، روشنفکران، جریانهای چپ چه نقشی در همراهی با آیت الله خمینی و به قدرت رساندن روحانیت شیعه به رهبری آیت الله خمینی داشتند؟ حزب توده به خصوص در این میان چه نقشی داشت؟ انقلاب اسلامی آیا به آنچه که به مردم ایران وعده داده بود عمل کرد یا آنچه را که بر سفره مردم بود نیز رو بود؟ چرا کسانی که با آیت الله خمینی آمدند بیشتر آنها روز به روز ثروتمندتر شدند، مانند آیت الله رفسنجانی، و آنان که با زحمت بسیار ثروت اندوخته بودند آنچه را که داشتند از کف دادند، و کارگران نیز که در وضعیتی نسبتا مرفه بودند خانه نشین شدند یا روانه زندان و بیکار؟ پرسش ها بسیار است. در سلسله برنامه های ویژه گروه تفسیر خبر، ایران 35 سال پس از انقلاب اسلامی، در میان خواهیم گذاشت این پرسش ها را با میهمانان این شماره تفسیر خبر در استودیو لندن، آقای ناصر محمدی روزنامه نگار، و در واشنگتن سرد آقای اردوان روزبه روزنامه نگار و مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی عزیز، سلام بر شما. عرض ادب دارم جناب شالنگی، خدمت شما و جناب روزبه و همچنین بینندگان و شنوندگان شبکه ایران فردا در هر کجای این گیتی پهناور که هستن، به ویژه هموطنانمون در ایران. آقای محمدی، ببینید، نسل جدید درباره اون چی که در سال 57 در چنین روزهایی و پیش از اون گذشت شاید اطلاعات چندانی نداشته باشه، و اطلاعاتی هم که داره بخشیش از رسانه‌های دولتی بوده و بخشیش هم جستجوهای شخصی که احتمالاً کافی نبوده. آنچه که آیت الله خمینی در نفل و شاتو گفت به واقع میتونست فریبنده باشه. وعده‌هایی که به مردم داده شد، به سازمان‌ها، گروه‌های سیاسی مختلف از چپ و راست وعده داده شد که روحانیت در هیچ کاری دخالت نخواهد کرد، همه احزاب آزاد خواهند بود، حتی برای کمونیست‌ها، احزاب کمونیست، افراد کمونیست هم عشق ریخت آیت الله خمینی، یا ادای عشق ریزی رو در آورد با دستی که بر پیشانی غمگین خود
زارن غمگینش سال. خب اما اونچه که در عمل انجام شد چه دیگه ای؟ از فردای به قدرت رسیدن بر پشت بام مدرسه علوی میدان تیر به راه افتاد. یک روحانی مسن شیعه مورد اعتماد که تغذیه میکنه اعتبارش از روحانیت شیعه بیش از چند صد سال، چرا این همه تضاد؟ چرا این همه وعده و بعد درست خلف وعده و ضد وعده؟ این ریشش از کجا میاد؟ البته میدونید جناب شلنگی، آقای خمینی همونجور که استهزار دارید قبل از این که مثلا در نفل و شاتو اون حرفا رو بزنن یا بیان در بهشت زهرا اون وعده ها رو بدن، قبلا در کتاباشون گفته بودن که من میخواهم حکومت اسلامی برقرار بکنم. حالا در اون مقطع، در اون مقطعی که همه تبالوده و التهاب زده بودن، چند تا به قول بعضیا خودعم کردن ایشون. و من فکر میکنم بعضی از این وعده هایی که دادند اساسا توهین بود به مردم ایران که آقا ما میایم نان شما را نمیدونم آب شما را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، گویا که مردم به خاطر مسئله اقتصادی اتوبوس دوزاری که دیگه حالا ارزون کردن یا بنزین شیشه‌زاری که دیگه مثلا اونم مجانی بیاریم در خونه بدیم. ولی مسئله اینه که ایشون به هر حال دنبال قدرت بود و چاخانهایی را میگفت خیلی ساده و راحت. به قول آقای بنی‌صدر میگوید که ایشون گفته است من خودعه کردم در پاریس و در بهشت زهرا همینطور. ولی هدف واقعیش برقراری حکومت اسلامی و اصلا اسلام سیاسی بود. میبینیم به قول شما و به قول بسیاری از اندیشمندان، خب متاسفانه درست 4 روز بعد از انقلاب، انقلابی که با بهانه نقض حقوق بشر اصلا آغاز شده بود، بر پشت بام مدرسه علوی اون 4 امیر ارتش رو تیرباران کردن و میدونیم که بچه ها اصلا تو این باغ نبودن در واقع بخواهند بشینن کسی رو تیرباران کن. خود آقای خمینی بر بالای پشت بام مدرسه علوی رفتن که قوت قلب بدن و میدونیم که بعد از اون وضوع شکر گرفتن و نمیدونم نماز شکر خوندن و اون ماشین اعدام تا حالا داره آدم میگیره. اما جناب شالنگی اگر بخواهیم واقعا این سوالی که فرمودید، خب چپ ها و دیگر گروه ها، در واقع ما میدانیم که تا 8 ماه قبل از انقلاب آقای خمینی به اون گونه مطرح نبود، در حالی که رهبران گروه های سیاسی از کیانوری گرفته تا سنجابی و دیگران تا آقای بازرگان، آقای فروهر مطرح بودند و متاسفانه روزی هم که آقای بختیار آمد به قبول مسئولیت کرد دنبالش نرفتن. اما اگر بخواهیم، حالا کوتاه میکنم سخنم رو، ببینید الان 35 سال گذشته، به قول قدیمی ها بیش از یک قرن قدیمیه، قرنهای 30 ساله و 33 ساله الان بخواهیم مقایسه بکنیم، در حقیقت باید مقایسه بکنیم که اگر اون نظام بر سر پا می بود با همون روند جلو می رفت، امروز در کجا بود؟ جمهوری اسلامی در کجاست؟ ولی اینو بس حتما میرسه به این نکته. به حرف من اینه که یک روحانی بلندپای شیعه چطور به این سادگی به گفته آقای بنی‌صدر خودعه می کنه؟ استنادشون این بوده که به گفته باز همین روحانیت شیعه پیامبر در یکی از جنگ‌ها غزوات خودعه کرد. ببینید ظاهراً خوب با دشمنان بود یا هر چی که بود، اما ایشون با دشمنان نبود که خودعه کرده بود، و یک سری پیروانی بود معتقد بودن به اینکه یک روحانی بالای 70 ساله شیعه گوشه‌نشین تبعید شده دروغ نمیگرده. خب همین دیگه، این باور رو در ما جا... چرا به این سادگی تغییر موضع، تغییر شکل، تغییر حرف، تغییر کلام و عمل؟ به اعتقاد من جناب شلنگی این باور رو در ما به دروغ ایجاد کردن که روحانی خودعه نمی کنه، دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، در حالی که اینجوری نبوده. وقتی حالا تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم نه خیر، اتفاقا همین روحانیون بودن. شما گاهگاه اشاره میکنید به زمان ناصر خسرو، از اون دوران ها اینها همش خودعه بوده. اصلا شما یه جور دیگه به قضیه نگاه بکنید، چگونه استش که
خب طی قرنها این روحانیون نه بدون این که کاری بکنن، نه بدون این که یه زحمتی بکشن، رفته درس خونده برای خودش، بسیار خوب درسهای مذهبی خونده، ولی پول مردم باید برن کار کنن بیارن بدن دست اینا. خب خود مگه چه شکلیه؟ منتها ما باورمون روز بر این بود، اون اسلامی که در همون دوران پهلوی معرفی کرده بودند. دیگه قبلش رو نمیدونستیم که در دوران قاجار آدم میکشن، شریک حکومت بودند، همه کارهایی که ناصرالدین شاه و دیگران میکردن با اجازه و یجوز و لایجوز اینها بوده. منتها آقای خمینی اومد اون ذات واقعی روحانیت رو نشون داد. بقیهشون کدوم یکیشون اعتراض کردن؟ آخه همهشون رفتن دنبال آقای خمینی، از جمله مذهبیون به همراه سیاسی. به اتفاق شما به آقای اردوان روزبه خوش آمد میگیم در همین نزدیکی های ما. اردوان عزیز سلام به شما. سلام به شما و همه شما. برحال فکر میکنم که تنباها در خدمتشون هستیم و لطف میکنید و من خوشحال هستم بار دیگه فرصت شما در همزاد شما و در خدمت دوستان باشم. اردوان عزیز، شما در برنامه پیشترم گفته بودید که سن کمی بسیار کمی داشتید زمان انقلاب، اما الان وقتی میخوان یه جمع‌بندی بکنید، یک گزارش به عنوان یک روزنامه‌نگار بدید، دستاوردهای این انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ آنچه که داشت مثبت، آنچه که منفی، هر چه که هست. اگرچه که در موقعی که انقلاب ایران انجام شده در سال 57 سن من خیلی زیاد نبود، من 9 سال سنم بود، ولی قطعا اون اطلاعات و اون خاطراتی که دارم بعدها همونجور که در ذهن من اون صحنه ها موند و صحنه های بسیار مهمی هم در تاریخ زندگی من بوده، باعث این شد که من نگاه هم رو نسبت به انقلاب و بعدها تعریفش به عنوان انقلاب اسلامی ایران و بعدها ارتباطات مردم و احزاب با هم دیگه و رخدادهایی که تا امروز نگاه میکنم و 30 اندی سال ازش میگذره، الگویی برای دانستن و نگاه باشه. واقعیت همینه که به نظر من انقلاب ایران نتیجه توافق و هماندیشی و یک جور نگرش اتفاق نظر در بین همه گروه ها بوده. اینجا من فکر میکنم که اون گروهی که روی دست بقیه بلند شد برنده بازی بود. اجازه بدید فکر بکنیم که انقلاب اسلامی فقط کار مذهبیون و روحانیون نبوده و وقتی که حزب توده درست میاد در کنار روحانیت قرار میگیره، یک تناقض تاریخی عجیب و غریبه برای خودش و میبینیم که این فقط تعریفش میتونه بر اساس این باشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، همونجور که سازمان مجاهدین خلق اگرچه که بعد از سال 60 و اعلام جنگ مسلحانه و درگیری که روبروی جمهوری اسلامی میشه و تا امروز هم درگیرش هست، واقعیت هم اینه که در بسیار از موارد آموزش های پیش از انقلاب، تأمین تجهیزات، لوازم نظامی و خیلی از این مسائل توسط همین سازمان مجاهدین خلق برای ایجاد اون برایند هستش که اسمش انقلاب گذاشته میشه و بعدها 5-0 به نفع اسلامیت تمام میشه و عنوانش تبدیل میشه به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. در منظر کلی وقتی نگاه بکنیم، وقتی که گروه ها بدون در نظر گرفتن شرایط مردم و با استفاده از نیازهای طبقه متوسط رو به پایین که بخش قشر بزرگی از جامعه غیر شهری ما رو تشکیل میدادن و ایجاد انگیزه در اونها برای اینکه احساس بکنن با تغییر تازه میتونن نقش تازه‌ای در حاکمیت، در نظام و سیستم بازی کنن که البته به نظر من بازی هم کردن، مجموعاً وقتی از این ابزار استفاده میشه چیزی به اسم انقلاب انجام میشه و هیچ انقلابی به نظر نمیرسه که به معنای واقعی کلمه تأمین کننده همه نیازها و خواستها و حرفایی باشه که در گذشته و پیش از انقلاب مطرح کردن. همونجوری که من این رئیس جمهور رو تقریبا نمیشناسم که واقعا قدم به قدم و نل به نل تمام اون چیزها و وعده‌هایی که داده بوده به مردمش بعد از رسیدن به ریاست جمهوری و یا حاکمیت انجام داده باشه. ما در طول تاریخ حتی معاصر کسانی داریم که از این وعده‌ها کم ندادن و یا حتی به واقع حضورشون برای مردم خیلی خوشایند، از جمله کسی مثل دکتر دووالیه یا آدم‌های از این دست که
اینها آدم هایی هستن که از بین اقشار طبقه متوسط به پایین آدم هاشون رو جمع میکنن، یارگیری میکنن و اولین کسانی که سرکوب میکنن همون آدم هستن. انقلاب ایران مجموعه ای به نظر من از ایدئال هایی بوده که گروه های مختلف کنار هم داشتن و هیچ وقت فکر نکردن که ممکنه این ایدئال ها در بدترین حالت ممکن باشه و ممکنه که به ضرر همه اونها تمام بشه، چون برنده اون کسی بود که برگ اصلی دستش بود. آیت الله خمینی وعده داد، چون ما در مذهب شیعه به نظر میرسه بحثی داریم تحت عنوان همین بحث خدعه، یا بحثی رو داریم در ارتباط با مسئله تقیه یا مواردی از این دست که موجه میکنه به لحاظ دینی، یعنی به شما اجازه میده که خب در جایی راست نگید، در جایی به دیگران کلک بزنید، برای اینکه در نهایت اینه که میگن آن چه نتیجه که به دست میاد نتیجه الهی است. اما سوال این است که آیا بعد از 30 سال ما به نتایج الهی رسیدیم یا نه با افزایش درصد این در جا؟ این سوال حتما در ادامه برنامه خواهیم رسید. بله، گروه‌های بسیار زیادی بودند، سازمان‌های مختلفی بودند که به آیت الله خمینی پیوستن. بعضی از این سازمان‌ها همونطور که اردوان اشاره کرد در پیش از انقلاب دارای سابقه ای بودند، سابقه چریکی، مثل سازمان فدایان خلق، مثل مجاهدین خلق و سازمان‌های دیگه مثل سازمان طوفان، مثل سازمان‌های مختلفی که حالا چند نفر یا چند گروه بودن، در زندان بودن، آزاد بودن، چند تاشون در زندان، چند تا آزاد. اینا بحث‌های خیلی طولانی است که اطلاعات زیادی هم دربارش هست. خب اینها با بنیاد حکومت وقت پادشاهی مخالف بودن، ایدئالاشون هم رسما درست یا نادرست اعلام کرده. طبیعی بود که اینها به هر انقلابی برای سرنگونی رژیم بپیوندن. اما آنچه که چندان در منظر انقلاب طبیعی نبود، خب این نکته رو هم بگم که این گروه ها و این سازمان ها رو خیلی هاشون خیلی سریع جدا شدن از حکومت یا حکومت برآمده از انقلاب و منشعب شدن، مثل مثلا سازمان مجاهدین خلق که جدا شد، سازمان فدائیان بخشیش جدا شد از انقلاب، و سازمان های چپ و مذهبی دیگهی که در همون سالهای اولیه یا ماهای اولیه جدا شدن از روند انقلاب خمینی. اما اون که تا آخر ماند حزب توده بود که تا آخرین روزها در کنار آیت الله خمینی بود و دست هم داشت بنابر اسناد در گرفته بگیر و ببندها و حتی اعدامها و بازداشت. البته خود حزب توده هم بعدها به شدت سرکوب شد. صحبت ها بسیار است. اون چیزی که غیر طبیعی به نظر می اومد، آقای محمدی عزیز، پیوستن گروهی از روشنفکران، من بحث نمی خوام اینجا وارد این بحث بشیم، باز یقه روشنفکران بگیم، نویسنده ها، روزنامه نگارانی بود که برند هست یا حسب وظیفه‌شون باید روحانیت رو در موضع سیاسی میشناختن. از نویسندگان بگیرید، فیلمسازان بگیرید، روزنامه نگاران بگیرید، اینها باید میدونستن مثلا حداقل تاریخ مشروطه کسروی که چندین چاپ خورده بود و آزاد هم بود و فروش میرم، اینو باید خونده بودن که روحانیت در مقام قدرت که قرار میگیره، روحانیت شیعه چه کار خواهد کرد. بله، چون این نکردن، شعر سرودن، آقای سیاوش کسرایی حالا به تبعیت حزب توده به جای خود و بسیاری دیگه، پای بیانیه هایی رو امضا گذاشتن کسانی که مورد احترام جامعه روشن فکر بودن، همسال آقای غلام حسین ساعدی و و و و و و بقیه همه کسایی که اسم برد. این چرا بود؟ ببینید جناب شلنگی، هم جناب علی و هم اردوان خان اشاره کردید به اینکه گروه‌های مختلف آمدند و پیرو آقای خمینی شدند و بعد مطلب جوری مطرح میشه که گویا اونها گول خوردن مثلا با این وعده‌هایی که آقای خمینی در نفر و شاتو داده بود. اگر اینجور رهبران بودن که گول بخورن که اصلا رهبر نمیشه گفت. اما الان هم شما اشاره کردید بعضی جدا شدن، من اجازه بدید که یک اشاره‌ای بکنم. در این ماجرا که من می‌بینم، در اون هیاهویی که بود، اتفاقا آقای خمینی کمتر کلک زد. دیگرانی هم که رفتن دنبالشون از رهبران سیاسی،
میدانستن که دارن چه میکنن، منتها یک اشکال داشتن، روحانیت رو نمیشناختن، آقای خمینی رو هم نمیشناختن، فکر میکردن. شما ببینین همشون اینجور فکر میکردن که حالا بذارین شاه رو رد کنیم بره، این آقای روحانی که داره میاد، این آقای خمینی زیر پای این راحت جارو میکنیم، خودمون قدرت رو به دست میگیریم، تعارف هم نداره. همشون هم دنبال همین بودن. آقای خمینی هم زرنگتر از همه، برنامه‌ش هم داشت، فوری هم رفراندومش رو به رفراندوم گذاشت، نظام مورد دلخواهش رو، و همه رو مات کرد. و بعد شما اشاره کردیم که جدا شدن این گروه ها. نه، رژیم جدا کرد. شما ببینین اول که آمدند با همه گروه ها که با آقای خمینی دست در دست هم داشتن، شروع شد کشتن طاغوتیان، امیران ارتش، وزیران، سرمایه داران، مصادرات، همه اینا شروع شد. همه شون داشتن همکاری میکردن با رژیم. بعد یواش یواش نوبت به گروه بعدی رسید. بعد یواش یواش تا سال 60 که به نوبت مجاهدین شد، نزدیک 3 سال، 2 سال، 2 سال و نیم، 3 سال طول کشیده. همه شون همکاری، حزب توده هم باز 4-5 سال طول کشید. ملیگراها داشتن همکاری میکردن، جبهه ملی داشت همکاری میکرد، همشون با همه طرها. حالا میگیم در مقطع انقلاب گول خوردن، ولی در مسائل انقلاب اصلا توی حکومت انقلابی آقای خمینی حضور داشتن. و جالب استش که حزب توده هنوز هم آثارش هست و اون مصادره ها و اون کمیته ها درست کردن و اینا، که خب یادمونه اینا تجربه هاییست که از گروه های چپ آورده بودن. اما اشاره کردید به روشنفکران. متاسفانه جناب چالنگی، یک بارم خدمتتون عرض کردم که این گروه، اصلا بحث روشنفکر در گروه ما این بود که هر کس روشنفکر باید باشد، اگر یک، حتی یکی از خوبی های اون نظام رو یه جا بیان بکنه، این آدم دیگه روشنفکر نیست. یک فضای اینجوری، روشنفکری که در کشور ما فرض بکنید صمد بهرنگی همه میدانن غرق شده، آقای روشنفکر آل احمد ما میگه آقا من میدونم که غرق شده، ولی این دروغ رو بگیم واسه این که مردم رو تحریک، کدوم روشنفکر دروغ میگه؟ و ما اصلا روشنفکرامون فقط در یه خط حرکت میکردن، ضد رژیم. خب ضد رژیم، روزی هم که رژیم افتاد هیچ، نه برنامه‌ای داشتن نه چیزی، حتی باورشون هم نمیشد که رژیم به این راحتی از بین رفته. ولی آقای خمینی حالا روی کارهایی که انجام داده بود، معاملاتی که کرده بود، این رو میدونست و از طرف دیگر پایگاه مذهبی هم داشت. الان بخوایم همه یک در واقع داستان رو ببریم اونور که آقای خمینی 4 تا وعده داده، آره آدم سیاسی 4 تا وعده هم میده، دروغ هم میگه، به قول اردوان میگه آقا یه سری دیگه هم اومدن وعده دادن، اما اون یکی‌ها واقعا تقصیری که دارن به این راحتی نیست. چه روشنفکرانمون، چه سیاسیونمون، همه‌شون بر این باور بودن که ما بیایم آقا شاه رو رد کنیم، این قدرتی است، و بعد ولی خمینی رو زیر پاشو جارو میکنیم. آقا خمینی هم زرنگ‌تر از همه، خیلی تعارف هم نداره، خیلی ساده و راحت اومد سر هم کلا. شما اینی که میفرمایید بقیه آدم سیاسی هم بعد آیه میده و بعد عمل نمیکنه، بسیار فرق میکنه آقای محمدی، خیلی فرق میکنه. روحانی شیعه، من نقل قول کردم از زردبان، در یک جامعه مثل ایران، بله درسته، یه سابقه تاریخی داره، وارث خون امام سوم شیعیان هست و و بقیه مسائل، یعنی یک اعتبار و وزنی داره که به یک آدم سیاسی مثلا فرض کنید دیگه فرق میکنه. یعنی درسته. مثلا آقای نه درسته، یا آیت الله مثلا خامنه ای با بلسکونی، حالا آقای خامنه ای که وزنی آقای خمینی نداره، با بلسکونی ایتالیایی فرق میکنه. نه من اشاره کردم به گفتار آقای روزبه، گفتم اگر هم این چنین باشه، تازه خب اومده 4 تا وعده داده، اونم درست در مقطع انقلاب. خب 50 سال داشت کتاباشو مینوشت، میشد دادم به. و اصلا یه چیز دیگه عرض کنم جناب چالنگی، مگر میتوان از حوزه مذهبی دموکراسی استخراج کرد آخه؟ حالا این یک مقصد که من این سوالیست که در برابر خیلی عظیم اهل اندیشه و فکر باید قرار میگرفت همون زمان، به جز آقای مصطفی رحیمی و چند تن دیگه ای با... البته بودن، بسیاری بودن در مطرح نمیکردن در بیرون، در خونه ها، در جاهای مختلف صحبت ها بود، کسانی که حول و اطراف دکتر شاپور بختیار
گرد آمدن در روزهای آخر. آقای اردوان عزیز، ببینید یکی از انتقاداتی که حتی از پایگاه روحانیت به سوی آیت الله خمینی متوجه هست این هستش که آیت الله خمینی تمام اعتبار روحانیت شیعه رو خرج قدرت سیاسی کرد. به همین دلیل الان برای اولین بار هست از تاریخ پیدایش شیعه یا حوزه علمیه یا هرچه که ما مرجعیت ذی‌نفوذی دیگه نداریم. من 34 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی درست برعکس شد، انقلاب اسلامی باعث شد که اعتبار روحانیت شیعه از میان کم و بیش بره تا جایی که الان مثلا قبل از انقلاب یا 50 سال پیش یا 70 سال پیش روحانیت صاحب نفوذی نباشه. و همین باعث شد که جنبش سال 1388 نخستین جنبشی بود که در رهبری اون، رهبریش آقای کروبی دای رهبری نداشت، در کنار و همراه بود، روحانیت شیعه نقش اساسی نداشت در رهبریش. این نظر تا چند اندازه درست؟ اول از که من معتقد هستم که هیچ تفاوتی بین جریان اعتقادی به این مضمون که حالا در بُعد سیاسی وارد میشه با هیچ جریان دیگه وجود نداره. آقای چالنگی چه تفاوتی میکنه؟ در دوره ای که کسانی که وارثان حضرت مسیح بودن در اروپا سالهای سال به بهانه دین سالهای سال آدم ها رو کشتن، به چندین دهه سال کشید شکنجه ها، اعدام ها و خفقان و فشاری که در اون دوره حاکم شد در اروپا و در نهایت اینکه به قول معروف، به قول حضرت نیوتن مرحوم، به هر حال میگردید، کار به اینجا میکشید که حتی ساده ترین و بدیهی ترین مسائل هم از منظر دین وقتی نگاه میشد با مشکل مواجه میشد. در ایران هم همینه، وقتی دین در جایگاه سیاست و اقتصاد قرار بگیره قاعدتا به نظر من هیچ تفاوتی با بقیه نمیکنه. دین سیاسی، دین اقتصادی و دینی که بر اساس معیارهای کاملا مشخص از نظر بهره وری و بهره مندی وارد جامعه میشه، دقیقا مثل همون دیدگاهایی میشه که در نهلهای دیگر نهلهای فکری و سیاسی وجود داره. لذا منش تفاوت قائل نمیشم و این سبقه اصلا سبقه مهمی نیست، چه از دوران امام سوم شیعیان باشه چه از دوران بعد از اون، به دلیل که همون امام سوم شیعیان هم در همان زمان به دست بسیار از مؤمنین به قتل رسید. امام اول شیعیان هم به دست کسی به قتل رسید که هیچگاه نمازش ترک نشده بود و همین اتفاق در بقیه ادیان هم داره میفته. لذا من فکر میکنم اساسا وقتی که پای دین به حاکمیت وارد میشه، درست در کنار بقیه در یک مسابقه شرکت میکنه و در این مسابقه اصولا دین در بسیاری از مواقع برنده هست، به دلیل اینکه دین موجه میکنه قتل ها، کشتن ها و غارت ها رو. نباید فراموش کرد که حکومت های لایک اصولا یکی از مشکلاتشون همینه، چون هیچ ابزاری برای موجه کردن رفتارشون ندارن. در خیلی از موارد میبینید که خشونت هاشون ناخواسته خیلی کمتره، به خاطر اینکه در دین شما میگید امروز طالبان میکشن، همه را سر میبرن، بم میذارن، مردم رو میکشن، صرف به این خاطر که آنها به بهشت میرن و افراد ناسالم به جهنم خواهند. ولی خب در یک حکومت لایک و در یک حکومت دموکرات که شما نمیتونید آدم ها رو اینجوری حذف بکنید از عرصه سیاسی. این نکته اول هستش. اما در نکته دوم در ارتباط با مسئله جایگاه مرجعیت در شیعه، مطمئنن آنچه که مسلمه با روشی که آیت الله خمینی پیش گرفت، البته صحبت های آیت الله خمینی در قبل از انقلاب دقیقا منطبق و دیدگاه هایی بود که علمای شیعه به جز حالا برخی موارد داشتن و اونم مسئله عدم ورود دین به سیاست بود و ایشون هم با همون تدبیر و همون تعبیر این مسیر رو ادامه داد. اما من معتقدم که همه اینها خواسته از درون آیت الله خمینی و دیدگاه های آیت الله خمینی نبوده. قطعا اطراف ایشون آدم هایی بودن که بهشون مشورت دادن، دیدگاه دادن و به هر حال آیت الله خمینی کسی است که تا زمانی که از دنیا میره که مالندوزی نمیکنه، بهره ای نمیبره. پر واضحه که آدم های اطراف میتونن ایشون رو تحت تاثیر قرار بدن و ایشون رو تبدیل به عنصری بکنن که مسئله دین از اون وضع و دیدگاه هایی که در ابتدا مطرح میکنن خارج بشه، اگرچه که ممکنه پشتش همونجور که اشاره شده حتما خدعه ای هم وجود داشته باشه چون یک رقابت هست. اما مرجعیت شیعه به نظر من انقدری که بعد از انقلاب تحت فشار قرار گرفت و جایگاش متزلزل شد و جایگاش افت کرد، در هیچ دوره‌ای فکر نمی‌کنم این اتفاق باش افتاده باشه. به جهت اینکه حاکمیت دینی، سوال دقیقاً همینجاست، یعنی کسایی که میگن همینجا این حرفو میزنن که مرجع
مشروعیت شیعه پس از انقلاب اساساً اون نفوذ خودشو کم و بیش از دست داد. بفهم. دلیل خیلی روشنی داره. دلیلش این هستش که دین وقتی وارد عرصه سیاست و عرصه فعالیت‌های دیگه میشه، دین موجه کننده دزدی میشه. روز وقتی آقای زنجانی دستگیر میشن، ایشون میگن من سرباز انقلاب و نظام و سرباز نظام جمهوری اسلامی بودم. امروز وقتی اختلاس‌های مختلف، سوء استفاده‌های مختلف، گردش‌های مالی عجیب غریب شما می‌بینین، همین بحث موجه کردن پول‌هایی که از خارج می‌خواد بیاد، شستشوی پول‌هایی که میشه، و همه در راستای چی هستش؟ در راستای مسائل اعتقادی. وقتی به وجه دین همین سال 88 گروهی از افراد پیدا میشن که با اعتقاد بر اینکه این حکومت حکومت دینی است، آدم ها رو میکشن، مردم عادی رو حس میکنن. ببینید، شما همیشه دین 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 در طول 30 سال گذشته هر وقت هر کاری خواستید بکنید اسم دین آمده وسط. پر واضحه که این دقیقا همون نتیجه است که میتونیم از حکومت طالبان در افغانستان بگیریم. مردم افغانستان پیش از طالبان بسیار متدین تر حتی شاید بودن، ولی دین در عرصه حکومت و حاکمیت چنان رفتاری با اینها کرد که امروز شما میبینید که اون نگاه دینی تقریبا بخش عمده ایش از بخشهای از افغانستان رخت بربسته، به خاطر اینکه تعریف دین در حکومت باعث این میشه که مردم نگاهشون نسبت به دین عوض بشه نه به حکومت. و پر واضحه که فاصله بین مرجعیت و مردم یکی از دلایلش همینه که حاکمیت دینی رفتارهایی که از خودش نشون داده و بازخوردهایی که به مردم داده هیچ وقت بازخوردهای حداقل مناسبی در طول این 3-4 دهه گذشته نبوده. من از عبد المهمان عزیز خواهش میکنم، چون موضوعات بسیار زیاد هست، کوتاه‌تر بفرمایید. ممنون خواهم شد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم ایران 35 سال پس از انقلاب اسلامی برای مردم ایران چه داشت و چه نداشت. تا لحظاتی دیگر. خب ما یک ضرب المثل ده، من گفتم انقلاب اسلامی چه داشت و چه نداشت، یاد این ضرب المثل بختیاری افتادم یا این اصطلاح که کانادا شه چی داشت، یعنی یعنی این که بابایی که هیچی نداشت بالاخره یک روزی صاحب چیزی شد یا چیزی پیدا کرد. حالا آیت الله خمینی چیزهایی داشت، مرجع تقلید بود، سال 1341 برخواست، اعتراضاتی کرد. آقای محمدی به ما خواهند گفت، یک به طور مختصر که سال 41 اعتراض آقای خمینی به چه بود و بعد آنچه که پیدا کرد قدرت سیاسی بود، همون یه چی داشت ما بختیاری ها، دستش رسید به قدرت سیاسی، از اون چه استفاده ای کرد به سود ایرانیان در عرصه بین المللی. آقای محمدی، هر دو این پرسش رو یک جا از شما داریم. سال 41 چه کرد خمینی؟ عرض میکنم حضورتون، ای کاش فرصت هم باشه که آدم بپردازه به این که واقعا وضعیت اون از نظر اقتصادی و غیر و ذالک موارد مختلف چجوری شده است. ولی جالب است و این به نظر من باز هم از طنزهای تاریخه که در سال 41 و 42 آقای خمینی با برنامه‌ای که واقعا برنامه اصلاحات بود، تعارف هم نداره، یک نظام ارباب رعیتی 3000 ساله حداقل در ایران حاکم بود و میدانیم که رعیت باید کار میکرد، میداد به ارباب و حتی بسیاری از اربابا بازم میدونیم که خودشون زندان خصوصی داشتن، محاکمه میکردن، غیره و ذالک. آمدن زمین ها رو حتی مصادره هم نکردن، مانند جمهوری اسلامی خریدند از مالکین و دادن به رعایا که اینا صاحب زمین بشن. حق آزادی زنان 10 سال قبل از اینکه در سوئیس برقرار بشه در ایران برقرار شد و حق انتخابات و شرکت در انتخابات، حق رأی و غیره رو به زنان دادن که هنوز هم جمهوری اسلامی نمیتوان اون رو از بین ببره. و خب فرستادن یک عده سرباز که خب برن به جای اینکه در سربازخانه باشن برن درس بدن سر کوه یا برن برای بهداشت کار بکنن و مسائل دیگری که بود، سعی کردن
کارگران در سود کارخانجات، هیچ کس نمیتواند اینها رو رد بکنه. حالا ممکنه بگه غلط اجرا شد، کج اجرا شد، بد اجرا شد، اما کسی نمیتونه رد کنه. آقای خمینی از همون موقع مخالفت کرد، یکی با اصلاحات ارضی، یکی با حق رأی زنان، و اون رو خلاف شهر دانست. جالب استش که بعد که خودشون رسیدن به قدرت، اولا اگر خلاف شهر بود خب باید حق رأی زنان رو ور میداشتن، ولی یه چنین کاری رو نتوانستن به علت اینکه جامعه نمیپذیرفت بکنن. ولی تا جایی که زورشون رسیده به زنان واقعا فشار آوردن، زور میگن از روسری تا توسری گرفته تا همین الان که هست. و در موارد دیگر هم دیدیم که اگر فرض بکنید اون موقع می آمدن از مالک یک دهش رو می خریدن، آقایون رفتن مثلا منزل فلان آدم سرمایه‌داری که فرض بکن اصلا صنعت رو در کشور ما راه انداخته بود، حتی منزلش هم مصادره کردن، حتی فرش زیر پاش هم مصادره کردن. بنابراین آنچه که آقای خمینی در اون مقطع می گفت باز هم همین یکی از حرکت ها بود برای اینکه به قدرت برسه. اما جناب چلنگی 35 سال بعد از آنچه که آقای خمینی بنیان گذاشته، شما اشاره کردید که اعتبار روحانیت شیعه از بین رفته، آقای اردوان هم گفتن که اصلا مردم به دین در واقع پشت کردن و دین ضعیف شده، و درست هم میگن. اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی بهتر شده؟ آیا اقتصاد بهتر شده؟ آیا فساد اداری برچیده شده؟ آیا فساد اجتماعی برچیده؟ یعنی شما هر گوشه‌شو این پرسش ها رو بهش رسیدیم یا مطرح کردیم یا خواهیم رسید. پرسش بعدی من این بود که در عرصه خارجی ایران به کجا رسیده آقای محمدی؟ حالا میگیریم در عرصه بین المللی. به هر حال هیچ کس نمیتواند منکر این بشود که ایران در اون زمان در عرصه بین المللی صاحب اعتباری بود، در سازمان های بین المللی، در روی با کشورهای شرق و غرب جهان با همه یک روابط متوازن سیاسی و مطلوب داشت، حتی با کسانی که مانند قذافی و اینا رابطه خوبی نداشت باز هم به جنگ و دعوا نمی کشید. ایرانی و خود ایران در عرصه بین المللی صاحب اعتبار بود. امروز کشور کارش به جایی رسیده که از نظر داخلی می آید مثلا به یک آدمی مثل زنجانی می گوید نفت و ببر روی دریاها تا ما بتوانیم تحریم ها رو دور بزنیم بفروش، که این افتضاح بار آمده. از طرف دیگر میبینیم بعد از سالها دویدن دنبال مسئله هسته‌ای و فلان، میرسیم به جایی که حالا به گدایی التماس بکنیم پول خودمون، که فرض کنیم 4.2 میلیارد یورو در بانک ها ذخیره شده، بلاکه شده، اون پول رو در 8 قسط آزاد کنن، 500 میلیون دلار بدن. تازه همه اون پول هم چیزی نیست. کشور ایران که اون موقع اعتباری آنچنان داشت، خب الان رسیده به این وضعیت که به فلاکتی افتاده که باید از کشورهای غربی در واقع یه جوری حتی حق خودش رو تکدی بکنه و به گدایی افتاده. آقای روزبه، در همین زمینه از پرسش من که ایران در عرصه بین المللی امروز کجا هست 35 سال پس از انقلاب؟ رشد ارتباطات جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب قطعا زیاد بوده در خارج از کشور، منتها در بین گروه هایی که به نظر من گرایش های حالا بنیادگرایانه و حتی چپ داشتن، و به عکس ارتباط ما با جهان پیشرو و جهانی که به هر حال صنعت، تکنولوژی و تصمیم گیری های کلی جهان به تصمیمات اونها بسیار نزدیک و وابسته استش، هر روز کمتر شد. با احترام به همه آدم هایی که ممکنه حتی در زندگیشون تغییر کرده باشن، من همینجا لازم بگم تلاشی که امروز خانم معصوم ابتکار دارن میکنن در بحث محیط زیست بسیار قابل تقدیر به نظر من و من دنبال میکنم تلاش هاییشون. اما هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم که وقتی خواهر ماری، کسی که تحصیل کرده خارج از کشور هستش و یکی از اعضای کسانی است که از دیوار
یک کشور، چون سفارت یک کشور بخش از خاک اون کشور محسوب میشه، پروتکلی که خود ایرانی ها هم نسبت به این قضیه حساس هستن و مطمئنن در درگیر لندن هنوز که هنوز پروندهش مفتوح و جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه معترضه و جاهای مشابه، از دیوار یک کشور برن بالا، یعنی در واقع به خاک یک کشور تجاوز بکنن و اعتقاد داشته باشن که ما یک لانه جاسوسی گرفتیم. این میتونه سرآغاز بسیاری از حوادث برای مردم باشه. امیدوارم دوستانی که حتی تغییر رویه دادن و حتما به هر حال این برای من هم محترمه که آدم هایی که روششون رو در زندگیشون عوض کردن، قطعا نباید همیشه آدم به همون نگاه بهشون نگاه کنه، اما این رو نمیشه فراموش کرد. در کشوری که برنامه ریزی ها بر پایه تفکر احساسی قرار بگیره و بزرگان این جریان از جمله خدای آیت الله خمینی، کسانی که در اون دستگاه بودن و البته اعتراضاتی که آقای مهندس بازرگان در اون زمان نسبت به این حرکت داشتن، به هر حال اینا اتفاقات نقطه عطفی است در اتفاقات یک کشور برای رابطه، برای حضور، برای انجام کار. سالهای سال سرمایه های مردم ایران در کشورهای غربی بلوک شد، بسته شد، گرفته شد در بانک ها، ارتباطات اقتصادی از بین رفت، فقط به خاطر اینکه ما در شعارهامون و در رفتارهامون حاضر نشدیم دیدگاه های دیپلماتیک بین المللی رو رعایت بکنیم. گاهی من فکر میکنم آدم هایی که در سر نقص فنی هواپیماها کشته میشن، سقوط کردن ها، در سر اشکالات در سیستم اتومبیل ها که میرن و آدم هایی که یک به یک در آتش میسوزن، کشته میشن و مواردی از این دست، واقعا هزینه چه چیزی رو دارن میپردازن؟ واقعیتش اینه که هزینه رفتار ما نسبت به کشورهای دیگه و نوع ارتباطمون نسبت به کشورهای دیگر رو میپردازن. بدیهی است که متاسفانه بنابر آمار، شواهد و فاکتورهای موجود، ما ارتباط خوبی با کشورهایی که نقش اساسی در سازمان ملل و ارتباطات بین المللی داشتن نداشتیم. البته من هنوز خوشبینم، ممکنه که با این تغییر رویه که در دولت 11 داره ایجاد میشه، اگرچه که در داخل کشور هنوز من موفقیت ویژه‌ای ازش ندیدم، اما در تلاشی که در خارج از کشور میکنه، ممکنه داره یخهای رو باز میکنه و ما هنوز قدمهای اول رو داریم طی میکنیم برای برگشتن به جاده اصلی ارتباطات بین المللی که در دنیای امروز گریزناپذیره. خب من یک نکته رو بگم که درباره، چون اسم خانم معصومه ابتکار برده شد، نظر آقای روزبه بسیار محترم، قطعا امیدوارم روزی ما بتونیم در این برنامه کارنامه محیط زیست زیر نظر خانم معصومه ابتکار یا با اسم خواهر مری در زمان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی بتونیم بپردازیم. اما پرسش‌هایی که در برابر خانم معصومه ابتکار وجود داره یا مسائلی که میشه بهش اشاره کرد، ایشون در دورهای مختلف معاون رئیس جمهور بوده، مسئول محیط زیست، آلودگی هوای پایتخت که گفتن نداره، شما عزیزان بهتر میدونید، هوای خوزستان اهواز به خصوص و اخیراً سیستان و بلوچستان، تعداد فزاینده موش در پایتخت ایران که میدونیم بسیار زیاد شده، و بی آلودگی آب آشامیدنی در بسیاری از نقاط کشور به خصوص روستاهای ایران، شکار حیوانات کمیاب مثل پلنگ ایرانی و ببر آهوان گوزنای زرد، و اون چه که به مسائل بیمارستانی مربوط میشه و مربوط میشه به محیط زیست و بسیاری از کارهای دیگه‌ای که به حوزه مدیریت معصومه ابتکار هست، که اعتبارش برای حضور در صحنه سیاسی ایران همون اقدام تروریستی گروگانگیری عرض کنم خدمتون دیپلمات‌های آمریکایی است. خانم معصومه ابتکار اینکه لایحه‌ای به مجلس برده تا تصمیم بگیرن در برابر آلودگی هوای تهران و اهواز اینا چه بکنن، خب قابل بحث هست. این رو هم من بگم، آماری که منتشر شده تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال رقم چندین هزار نفری هست، بیماری های کشنده مثل سرطان ناشی از آلودگی هوا و جاهایی. امیدوارم روزی برسیم به
بررسی پرونده خانم معصومه ابتکار و بسیار دیگه از دستاندرکاران جمهوری اسلام. اما آقای محمدی عزیز، الان 34 سال پس از انقلاب باز یک روحانی شیعه، یک ملای شیعه، من ملا رو میگم این بی احترامی نیست، شاید در جمهوری اسلامی در حکومت اسلامی است که کلمه ملا که قبلا کلمه محترمی بود و استفاده میشد، مثل ملا صدرا و بسیاری دیگه، متاسفانه الان بی کمتر از آیت الله و اینها رضایت نمیدن حتی رو ملای ساده شیعه. ببینید آقای روحانی بر سر کار هست، این حکومت که خواست، آقای خمینی صحبت وحدت جهان اسلام رو میکرد، آیا این وحدت حتی اسلامی در خود ایران به جایی رسید؟ یعنی شیعه سنی بیشتر شد، این وحدت کمتر شد، تفرقه شد و بین اقوام مختلف ایرانی به کجا رسیده؟ ایران پیوند اونچه که ملیت ایران رو تشکیل. حضورتون عرض کنم من واقعا گاهی نمیدانم، یعنی نمیفهمم که چطور فکر میشود که آقای روحانی حالا آمده است با غرب حالا کنار میاد، بحثش هم اینه که حالا بعض مردم یه خورده خوب بشه این تحریما رو بردارن. اولا برداشتن تحریما سالا طول خواهد کشید. ثانیا من تفاوتی جناب چالنگی بین حکومت آقای روحانی و دولت آقای روحانی با احمدی نژاد نمیبینم. اینا همه کارهاییست که رژیم داره انجام میده. آقای روحانی در حکومت از روز اول بوده است، اولین ماموریتش رو هم که آقای خمینی بهش داد تصفیه ارتش بود، از همون موقع در کارهای امنیتی بوده تا حالا. و بعد وقتی که اوضاع دیدن خراب است و دیگه واقعا فشار داره به جایی میرسه که فردا ممکن است طغیان عمومی بشه، آقای روحانی رو دوباره بازم با بین اون 8 نفر به قول شما یه ملای آخوند برداشتن آوردن. حالا لبخند میزند با غرب که 4 میلیارد دلار بگیره. شما آخه واقعا حساب بکنید، حالا 4 میلیارد دلار هم گرفت رو این 8 ماه، واقعا به زخم مردم میزنن که شما دارین میگین وضع مردم چجوری خواهد شد؟ واقعا به زخم مردم زدن؟ یا میبرن در سوریه میدن به حافظ به بشار اسد؟ یا اینکه در خرج حزب الله لبنان میکنن که کردن؟ یا اینکه امثال زنجانی ها دارن درو میکنن؟ اما شما در مورد اقوام و گروه های ایرانی، من فکر میکنم هیچ موقعی اینقدر اختلاف و افتراق بین اقوام نبوده. خود آقای روحانی دیدن که کار به جایی رسید، یه نفر آوردن به اسم آقای یونسی که خودش وزیر اطلاعات بوده که این معاون ایشون باشه به بحث اقوام و اقلیت ها، که بنده البته با لفظ اقلیت اصلا مخالفم، واسه اینکه ما هممون اقلیتیم، جمعمون یه ملتیم، تعارف هم نداره. ولی میبینیم خب کارهایی که دارن میکنن انقدر فشار میارن که اقوام و گروه ها به ویژه در مرزها دیگه فشار بهشون زیاد میشه، هر روز اعدام، هر روز در همین مدتی که آقای روحانی اومدن چند صد آخر اعدام شده است. بنابراین میبینیم که امروز افتراق بیشتر از هم است بین شیعه و سنی. آقای خمینی صحبت وحدت میکرد، ولی الان میبینیم در صحنه سیاسی منطقه نه فقط در ایران که اختلاف بسیار بالا گرفته، هر روز دارن همدیگه رو میکشن، هر روز داره یه گروه سبز میشه. القاعده و غیر ازاله کجا بود؟ حالا میبینیم نصر الاسلام فلان فلان جهاد الفلان دارن درست میشن. و متاسفانه اون وعده ای که آقای خمینی در مورد وحدت جهان اسلامی داد، مانند وعده های دیگر جناب چالنگی، به جایی نرسیده است. آقای اردوان روزبه، حدود 3 دقیقه وقت داریم. درباره زندانیان سیاسی آقای خمینی یکی از حرفایی که زده بود این که ما زندانی سیاسی از این به بعد نخواهیم داشت و همه آزادن، هر چه فکر میکنن بگن، همه آزاد، احزاب آزاد خواهند بود و غیره. این وعده چرا اجراش به این شکل در اومد که یک روز نیست که ما یک زندانی سیاسی جدید نداشته باشیم در ایران پس از انقلاب؟
آقای چلنگی، من فکر میکنم شما توجه باید بکنین. آقای خمینی به خلف وعده نکرده، وعده‌اش عمل کرده. ما اساسا همین الان هم از نظر تعریف جرم چیز به زندانی سیاسی نداریم قربان، به خاطر اینکه ما اصلا چیز تحت عنوان جرم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نداریم. لذا ایشون به وعده‌اش عمل کرده و درست کاملا ما اصلا زندانی سیاسی در ایران نداریم و کاملا این وعده عملی شده. اما فارغ از این قضیه و دیدگاهشون و طرح نظرشون، من معتقد هستم که باز هم باید برگردیم به اینکه وقتی یک حاکمیت باورش بر این باشه که آنچه که میگه نه تنها حرف اوست، بلکه این حرف بخشی شاید از او باشه و بقیه مستنداتی است که داره نسبت به، یعنی در واقع از طرف خداوند و در واقع داره از طرف بالاتر از جهانی ماورا داره به اونها منتقل میشه، همه چیز موجه هست. وقتی شما حق رو به خودتون در هر زمینه بدین و باورتون بر این باشه که حق آن چیزی که شما میگوید، همه میشوند باطل و این طبیعی است که هیچ وقت شما نمیتونید اونا رو تحمل کنید. اگر در یک حاکمیتی مرجعی وجود داشت که بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت و سایر مسائل اینچنینی این مرجع مسائل مردم رو بررسی میکرد، شاید ما اون موقع میتونستیم بگیم که خب جای تعجبه که چرا فلانی در زندانه یا چرا فلانی در مثلا بند هستش. اما در جایی که میبینید دین موجه کننده هر رفتاری است. ببینید ما علمای دینی رو همیشه در طول همین تاریخ شیعه آدمهایی رو میدونستیم که دین شناسن و اونها عالم بر احوال دینی هستن، لذا ما اینها رو تبرا میجستیم از اینکه بخوایم فکر بکنیم اینا ممکنه ایرادات حتی نسبت به دین برشون وارد این بر رفتارشون داشته باشه. اما شما میبینین حاکمیت دینی به جایی میرسد که کسی مثل آیت الله شریعت مداری رو هم هست، حاکمیت دینی به جایی میرسد که رئیس مجلس خودش رو و یکی از کسانی که در نقش داشته در انقلاب اسلامی که حالا تعریف جمهوری اسلامی است، نقش بسزایی داشته، امروز در حس نگه میداره و بهترین خبری که راجع به این آدم، یعنی کسی که معممه عمامه بر سر داره و بخش از بدنه نظام هست، بعد از 3 سال اندی بهترین خبری که راجع به شنیده میشود اینه که از خانه امن وزارت اطلاعات که به روایت فکر میکنم اگه اشتباه نکنم فیسبوک فرزندشون سال ماهی 2 میلیون خورده پول اجاره اش رو هم خانواده آقای کروبی میدادن، از یه مکانی که نه پنجره داشته نه در داشته، به منزل خودش منتقل میشه. پس این دیگه اصلا حرجی نیست بر اینکه بگیم حالا اون آدمی که نظر مخالف داشته چرا در زندان به سر میبره. تا زمانی که یک حاکمیت مبتنی بر دیدگاه‌های دینی بر مردم حکومت بکنه، شما همیشه باید منتظر باشید که زندان‌ها بیشتر بشن، تعداد آدم‌هاش که کمتر نشن. خب بردوان عزیز با طنز خاص خودش اشاره کرد که زندانی سیاسی نداره، خب منظورشون بسیار روشن بود که در آخر هم توضیح دادن. من همینجا از یک زندانی باید یاد بکنم، واحد روحی نجات، که وضعیت وخیمی داره. 2 تا از همراهان یا همبندهاشو که میدونیم اعدام کرده بودن قبلا و در حال فلج شدن هست حامد روحی نجات در زندان، مثل بسیاری دیگه از زندانی های بیمار که به خاطر فکر و عقیده و اندیشه شون یا آرزویی که برای ایران دارن، سرزمینشون در زندان به سر میگن، حامد روحی نجات در حال فلج شدن هست، بیماری رو به گسترشی داره. کاری هر کس برای نجات اون میتونه بکنه طبعا مطمئنم خواهید انجام خواهید. سپاسگزار هستم آقای اردوان روزبه گرامی، با سپاس بسیار از شما. همچنین خیلی متشکرم از شما. در دقایق پایانی برنامه لحظاتی دیگر خانم مریم معززاده با ما خواهند بود از مالزی و گفتگوی کوتاهی که با ایشون خواهیم داشت در ارتباط با مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی. آقای ناصر محمدی نیز در استودیو ما را همراهی خواهند کرد. تا لحظات دیگر.
با من و شما هستن در مالزی خانم مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی یا نماینده آقای کاظمینی بروجردی در مالزی. بهشون سلام میگیم خانم معزنزاده گرامی. درود بر شما و درود بر مهمانان گرامی و درود بر همه هموطنان هم در سراسر دنیا. آقای کاظمینی بروجردی از معدود روحانیون هستند که در برابر آنچه که ظلم حکومت ولایت فقیه نامیده اند قد برافراشت، به زندان رفت، سالها در زندان هست، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت، پیروان او به زندان رفتند، از زن و مرد مورد شکنجه قرار گرفتند، تحت تعقیب بوده و هستند. یک حرف و یک عصر رو تبلیغ کردند و گفتند اینکه دین باید از حکومت جدا باشه. به همون اندازه که دلنگران ایران و مردم ایران بودن، دلنگران اعتبار از کف رفته دین در میان بسیاری از مردم ایران. این اصلی بود که آقای کاظمینی بروجردی چند و چندین سال پیش در ایران اعلام کرد و همین با مخالفت بسیار شدید روبرو شد. شاید از معدود روحانیون شیعه بود که چنین با صدای بلند چنین مطالبی رو عنوان کرد. پیش از بسیاری از کسانی از روحانیون شیعه که اگر هم اعتراضی به حکومت داشتند از بابت اون بوده که آنها رو از بازی کنار گذاشتند. وقت ما کم هست. اخیراً بیانیه‌ای دادن با 1001 زحمت و بیشتر درباره انقلاب، از خانم معزنزاده میپرسیم بیانیه جدیدشون در ارتباط با انقلاب. بله، بسیار متشکرم از توضیحاتتون و وقتی که دیان به من دادید. من سریع سعی میکنم که بگم چی ایشون در بیانشون چی گفتن. اگر علاقه مندم و دوست دارم میخوان مطالعه کنم، میتونن در سایت های ایشون مطالعه کنن. ایشون در بیانیه خودشون این انقلاب رو نامشروع و نامقبول خوندن و ننگین نامیدن تاریخ وقاحتبار این جمهوری اسلامی رو، و با اشاره به خرج ها و هزینه های بسیاری که برای هر سال برای برگزاری سالگرد این انقلاب به اصطلاح مصرف میشه و مخصوصا هزینه که سعی میکنن در روز 22 بهمن مردم رو جمع بکنن برای اینکه نمایشی بدن برای اینکه مردم طرفدارشون هستن رو اشاره کردن و گفتن که این رو من طرفداری مردم نمیدونم، که اگر شما میگین در 22 بهمن مردم میان در 9 دی امسال چرا نیومدن که سردار نقدی قرار بود سخنرانی کنه. و باز استدلال کردن که اگر شما میدونید که مردم طرفدارتون هستن، اجازه بدید بدون عوامل ایزایی که این اونها بیان و اعتراض خودشون نشون بدن و ببینید که چقدر مخالف دین سیاسی وجود داره داخل کشور. ببینید پرسش من این هستش که خانم معزنزاده الان ایشون در چه وضعیتی هست؟ همچنان بر سر خواسته ها و مطالب خودشون هستن و هوادارانشون، و چقدر این فکر حرفی که ایشون زده بین مردم توسعه پیدا کرده، شنیده شد، هوادار پیدا؟ بله، وضعیت ایشون که همونجور که شاید توی اخبار شنیده باشید اصلا وضعیت خوبی نیست، چون ایشون هشتمین سالی هستش که داخل زندان هستن و همه گونه اذیت و آزاری به ایشون روا شده، هم جسمی هم روحی هم برای خانواده‌شون، همه گونه، که دیگه جای وقت این صحبت نیست. ولی آخرین چیزی که در مورد ایشون دارن اعمال میکنن هستش که ایشون رو محروم از دارو و درمان کردن و اجازه نمیدن حتی خانواده برای ایشون دارو ببرن و شرایط جسمی بد ایشون هم خیلی وخیمه، ناراحتی قلبی دارن، مدام حمله بهشون دست میده، ناراحتی تنفسی دارن، پولمونری ادما و خیلی نیاز به دارو دارن، ولی رسوندن دارو به ایشون رو منوط به نوشتن توبه‌نامه و همراهی با به اصطلاح رژیم کردن و گفتن به شرط همراهی ما این کار رو میکنیم. بر این صحبتی که ایشون دارن میکنن
سال هاست که ایشون کمپین کردن، مال چند سال پیش نیست، به مردم سعی می کردن معنویت از دست رفته ای رو که جمهوری به ظاهر اسلامی ایجاد کرده بود برگردونن، و بعد از اون همزمان حکومت دینی رو تقبیح می کردن و مردود می دونستن و طرفداران بسیاری هم در ایران داشتن، حتی در همون شرایط بسیار وخیم و خفقانی داخل کشور بدون هیچ تبلیغاتی. شما میتونید ببینید که جلسات بسیار پر جمعیتی داخل استادیوم های ورزشیشون برگزار میکردن و میومدن مردم و شرکت میکردن. الان هم که مشخص شده بعد از این همه مبارزه‌ای که افرادی مثل ایشون انجام دادن، مردم الان متوجه شدن که این حکومت نه مشروع هست نه اسلامی هست، و در از چنین مبارزاتی این رو نشون داده، حکومتی که خودش رو بر پایه دین معرفی کرده بود و بر استفاده از باورهای مردم کرده بود، الان افشا شده چهره واقعیش که اصلا دینی نیست و اصلا دغدغه دینی نداره و در اصل از دین باوری مردم سوء استفاده کرده به عنوان یه وسیله برای حکومت بر اونها. خب آقای محمدی ببینید، این کوتاه بفرمایید، دو دقیقه وقت داریم، که آنچه که آقای کاظمنی بروجردی میگه، چرا روحانیون شیعه دیگری مثل ایشون کمتر دیده میشه؟ با سلام خدمت خانم معززاده، عرض میکنم حضورت جناب چلنگی، فرمودید که بعضی از روحانیون هستن که مخالفن، که من هنوز نمیشناسم، اما تنها صدایی که بلند شده از آقای کاظمنی بروجردیست، و اتفاقا کلامی رو که گفتن اون چیزی است که تمام متفکران و روشنفکران دنیا بعد از قرنها رسیدن بهش، و اون این استش که دین از سیاست جدا باشه، که هم به نفع دین باشه هم به نفع سیاست و حکومت. از سیاست نمیشه، از حکومت جدا باشه. و واقعیت این استش که جناب چلنگی، بسیاری از به اصطلاح این روحانیون واقعا با حکومت هستن، بعضی ها هم که نیستن از وجوهات بالاخره دارن استفاده میکنن، زندگیشون رو میکنن، کاری به این حرفا ندارن. من فکر میکنم بنده نشنیدم غیر از آقای کاظمنی بروجردی کسی دیگری صدایی بلند بکنه، و الا آدم ناراضی تو خونش هست بالاخره، ولی زندگیش هم داره میکنه و یه قوری هم ممکن است بزند. به هر حال بنده به شخص خودم واقعا برای ایشون احترام خاصی قائلم، برای اینکه تنها صدایی است که از روحانیت بلند شده. امیدوارم روزی برسد که همه روحانیون ما به این مرحله برسند، و ایشون واقعا هزینه سنگینی جناب چلنگی با توپ و تنگ ریختن اینا رو گرفتن، و 8 ساله داره زجر میکشه. به هر حال شخص قابل احترامی هست. خانم معزن زاده کوتاه بفرمایید، حدود 1 دقیقه کم وقت. ببینید شما فعالیت بسیار میکنید، هواداران آیت الله بروجردی، آقای کاظمنی بروجردی در خارج از کشور، سازمان ملل، جاهای مختلف. آیا فقط برای ایشون شما نامه می نویسید؟ دبیر کل سازمان ملل متحد، جای دیگه، اتحادیه اروپا، سفرهایی که رفتید، یا مجموعه زندانیان سیاسی دیگر هم در بر می گیره کار اقدامات شما؟ نه خیلی، ما نهاد ما NGO ما که حتی در داخل ایران هم کار میکرد، در خارج از کشور هم فعالیت خودش رو ادامه داده بر اساس دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق بشر، به ویژه زندانیان داخل ایران، زندان اوین و سایر زندان ها. ما سایت هایی داریم، سایت های خبری حقوق بشری داریم، و همه گونه نقض حقوق بشر که در ابعاد وسیع داخل ایران صورت میگیره، فقط هم زندانیان نیستن، گزارش میکنیم. منتها یه توضیحی بدم جناب چالنگی، دفاع از آقای کاظمنی بروجردی دفاع از یک شخص نیست. آقای کاظمنی بروجردی فریاد ملتی است که مظلومانه زیر نعلین ولایت فقیه گرفتار شده و چوب، به قول آقای کاظمنی بروجردی، چوب دین باوری خودش رو خورده و الان گرفتار شده. ایشون یک تنه ایستاده، میشه گفت منظور از یک تنه منظور کنار گذاشتن دیگران نیست، ولی میگم به عنوان یک روحانی شیعه که میتونست خیلی امکانات رو الان داشته باشه، ایستادگی داره میکنه، همه گونه شکنجه و ملایمتی رو
تحمل میکنه برای اینکه مطالبه شخصی نداره. ایشون اگه مطالبه شخصی داشت خب کنار میومد، ولی اینکه ایشون ایستاده و فریاد همه رو داره سر میده و حاضر به خاطر هزینه بده، من فکر میکنم وظیفه ملی ما هست که از ایشون حمایت کنیم، انگار که از زندانیان بیشمار حمایت کردیم، از کسانی که ایشون ندای اونها رو سر میده، از کسانی که ایشون طلایه داره اونها هست، از جمله افرادی که سکولار هستن، مخالف حکومت دینی هستن، چون ایشون همین رو میخواد دیگه، مطالبه نداره و دفاع از ایشون دفاع از همه هست. خب سپاسگزار هستم. برای تماس با نهادی که اشاره کردن، آدرس رو احتمالا روی صفحه میبینید، نهادی که خانم معزنزاده اشاره کردن. سپاس بسیار، امیدواریم در برنامه‌های آینده با وقت بیشتری با من و بینندگان تفسیر خبر باشین. سرکار خانم مریم معزنزاده گرامی. آقای ناصر محمدی عزیز، با سپاس بسیار. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به روزی که هیچ انسانی به خاطر افکار، عقاید، اندیشه‌هاش و آرزوهاش در زندان به سر نبره، هیچ زندانی سیاسی وجود نداشته باشه، با آرزوی روزی که همگان ایرانیان در کشوری زندگی کنند برخوردار از زندگی شایسته انسانی، نه آقای کاظمنی بروجردی، نه حامد روحی نژاد و نه هیچ کس دیگری به خاطر افکارش در زندان نباشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم. با آرزوی چنین روزی و فردایی بهتر.